سلام و وقتتان بخیر. به هر ساعت خبر از یک با ما سید عیسی سادات خوش آمدید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان تهدید کرد که در چارچوب عملیات جدید ارتش پاکستان پناهگاه های طالبان پاکستانی در بیرون از خاک پاکستان مورد حمله قرار خواهد گرفت. او بار دیگر امارت اسلامی را به پناه دادن به جنگجویان پاکستانی متهم کرد. در همین حال خواجه آصف گفته است که هیچ دلیل برای گفتگو با طالبان پاکستانی وجود ندارد. آصف افزوده است که افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی سرمنشه تروریسم است. شورای امنیت سازمان ملل متحد معافیت تازه سفر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله امارت اسلامی را تصویب کرده است. این سازمان گفته است که هدف از سفر حقانی به امارت متحده عربی اشتراک در نشست امنیت، ثبات و مصالحه است. پیش از این نیز کمیته شورای امنیت معافیت ممنوعیت سفر سراج الدین حقانی و سه مقام دیگر امارت اسلامی را به هدف اشتراک در مراسم حج تایید کرده بود. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی در دیدار با روزا اوتونبایوا گفته است که در سومین نشست دوحه آنان برای بحث درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارد. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در این دیدار نشست دوحه را فرصت مناسب برای حل دشواری‌های افغانستان پنداشته است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که توماس وست و رینا امیری نمایندگان ویژه امریکا برای افغانستان نیز در نشست سوم دوحه اشتراک می کنند. سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و رضا اوتونبایوا رئیس یونما درباره دستور و کار و موضوعات و مرتبط با اشتراک هیئت امارت اسلامی در نشست دوحه گفتگو کردند. آقای متقی در دیدار با رئیس یونما در افغانستان گفته است که در سومین نشست دوحه نمایندگان امارت اسلامی برای بحث درباره چگونگی مبارزه با مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در خبرنامه نوشته که در ترکیب هیئت امارت اسلامی نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، داخله، صنعت و تجارت شاملند. از میتون استفاده خواست شد که در بین مجلس صحبت سر اصل اجنده صورت میگیره و تصامیمی که باید اتخاذ شد از قبل گفته شده و فکر میکنم با طرفین جانبین اصل اجنده هم شریک شدن در بازده قبلی به خاطر طالب ها هم علاقمند عزیز که در این نشست اشتراک کنن. امید به ایست که در کل این نشست به نفع مردم افغانستان و رفع مشکلات افغانستان باشه. همزمان با این میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری گفته است که توماس ویس و رینا امیری نماینده های ویژه آمریکا برای افغانستان در نشست سوم دوحه اشتراک میکنند. توماس ویس و رینا امیری نمایندگان ایالات متحده برای افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. نشست سوم دوحه پس از رایزنی های سازمان ملل متحد با طالبان متمرکز بر موضوع بخش خصوصی و بانکداری، مبارزه با مواد مخدر و چگونگی تعامل جهان با طالبان است. حضور نماینده ما در آن نشست با این هدف صورت می‌گیرد که همراه با جامعه جهانی به طالبان تاکید کنند که به تعهدات خود نسبت به رفتارشان در برابر زنان عمل کنند. گفتنی است که قرار است تا 3 روز دیگر نشست سوم دوحه درباره افغانستان با حضور نماینده های 27 کشور جهان و هیئت از امارت اسلامی به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر برگزار شود. در ادامه هم این که در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید که جو بایدن باید تمام جنرال های را که در مسئله افغانستان دخیل بودند برکنار میکند. ترامپ در نخستین مناظره انتخاباتی با جو بایدن از او به عنوان بدترین رئیس جمهور آمریکا یاد کرد و اظهار داشت که اگر بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا باقی بماند این کشور را نابود خواهد کرد.
چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با شروع رأی‌گیری در سفارت ایران در نیوزرلند رسما آغاز شد. با گزارش رسانه‌های ایرانی، افزون بر سفارت ایران در نیوزرلند، صندوق‌های رأی‌گیری نیز در دو شهر دیگر این کشور قرار داده شده است. شهروندان ایران می‌توانند با پاسپورت معتبر خود به نامزد دلخواهشان رأی دهند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، گفته است تا زمانی که موضوع حقوق بشر در آجنده گفتگوهای آینده افغانستان قرار نگیرد، نقض حقوق بشر در این کشور پایان نخواهد یافت. این در حالی است که قرار است نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل درباره افغانستان تا چند روز دیگر برگزار شود، اما در این نشست حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران از دستور کار اصلی حذف شده است. و در اخیر هم این که چین در بخش حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها میان کابل و بیجینگ با امارت اسلامی همکاری میکند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در دیدار با سفیر چین درباره توسعه روابط حمل و نقل هوایی و افزایش پروازها میان دو کشور گفتگو کرده است. پایان خبرهای این ساعت از یک.